ولی ناصر اووسی تنها هنرمند مطرح ایرانی در غرب نیست در سالهای اخیر استقبال از هنر ایرانی در کشورهای غربی زیاد شده و در حراجی های معروف بعضی آثار ایرانی تا حدود یک میلیون دلار هم به فروش رفتند شلی الگانیان مدیر ماجیک ها پرژا بنیادی که کارش پشتبانی از هنر ایرانه در اینجا است که در این باره بیشتر صحبت کنیم خانم الگانیان شما که به حال کارتون حمایت از هنرمندان و نقاشان خصوص نقاشان جوان در اینجا حتما اطلاع دارید که در سالهای اخیر خیلی استقبال بیشتر شده چه چی چیزی در هنر و نقاشی ایرانی هست که اینقدر در غرب طرفدار پیدا کرده آقای سبا اولاً که خیلی ممنون که از من دعوت کردیم بیام میخواستم یه مطلب بگم چون تا اونجا که من یادمه در سال 2008 بود که کلکترای خارج از ایران ایرونیایی که پشتیبانی از کار ایرانی می‌کردند و هنر ایرانی می‌کردند، در سال 2008 در کریستیز کار فرهاد مشیری 600 هزار پوند فروش رفت در حراج کریستیز در حراج بله. بله. و این کار آقای محمد افخمی خرید و من فکر میکنم اونجا بود که اصلا این مسئله عوض شد آه. اه، چون تا اون شروعش اون موقع بود شروعش اون موقع بود تا اون موقع خبری نبود به این صورت آه. و من فکر می‌کنم باعثش پشتیبانی کلکترای ایرانی خارج از ایران که بیشتر شاید حالا از رو ناستالجیا یا حالا هر منظورهای دیگه که پشتیبانی کردن این شروع این به بو کار ایرانی یعنی خارج از ایران اون ایرانی بود که خودش هم ایران. بله،, بله. بله. ایرانی, بود. ایرانی بود و به محصی که ایشون خرید کردن دیگه کار ایرانی یه جوری همه متوجه شدن، همه دنبالش رفتند که آیا این چیه، چی نیست و در وحله اول خیلی البته خب استاد اویسی او که به جای خود دیگه ولی خیلی ها مثل ایشون تو سقاخانه تو خطاتی در وحل اول فکر میکنم خیلی مثلا خطاتی رو زودتر میفهمیدن خارجی ها. آه آه. اه تا مثلا کارهای دیگه شما فکر کنید این حالا برای خواب یک ایرانی <applause> که یک اثر ایرانی رو بخره به دلایل مختلف میشه بهم. در کرد ولی اینکه فرنگی ها هم به اصطلاح غربی ها هم علاقمند باشند به هنر ایرانی این به خاطر محتوای کارهای نقاشی به خاطر رنگ روغن به خاطر مثل کارهای استاد نوی... اوویسی در مورد زنان زیبارو و اون زندگی رویایی که انتخاب میکنه هست من فکر کنم وقتی که توجه به کار ایرانی شروع شد در فکر کنم در سال 2008 به این ور همه خب کار ایرانی خیلی قویه و من اعتقاد دارم که in every action there is a reaction آه. بنابراین هر احساسایی که این ایرونی ها حس میکنن خب روی تابلوها معلوم میشه و همه میبینن نه فقط من و شما ولی باید توجهتون باشه تا ببینید بله. و این توجه به وجود آمد از سال 2008 به این ور در واقع و بیشتر بیشتر اول از خطاتی خیلی مدرن هم که آقای اویسی تعریف کردن که یه جنبه مدرنیزم بشده مثلا ما توی همین بنیاد خیریه‌مون یکی از کارمندان یکی از هنرمندان خیلی جوانی که باش کار میکنیم محمد بزرگیه و مثلا کار هم خطاتیه ولی خطاطی خیلی مدرنه و من فکر میکنم تا اونجا که یادمه میگفتن که اولین کار هنرمند ایرانی بود که در طریق از طرف ساده در نیویورک به فروش رسید و این بعد از اون همینطور بیشتر و بیشتر توجه خارجی ها به کار ایرانی از استادان قدیم ایرانی مثل بهمن محسس یا سهراب سپهری یا خانم مدیری فرمان فرمایان که بسیار شناخته شده هستند و آثارشون خیلی طرفدار داره ولی جوون ها هم دارن وارد بازار هنر میشن و نهاد شما خصوص خیلی از جوان ها حمایت میکنید بله ما از جوان ها حمایت, حمایت, حمایت میکنیم ما یک هنر جوازه، یک جایزه هنر معاصر داریم به اسم مابکپ و اون فقط برای جوان زیر سی و ساله و نتیجتا مثلا کریستیز و ساده و این اکشن هاوس ها مثل حالت اینساید تریدینگ شده فقط منتظرن که ببینن فینالیست های ما کی هستن شورت لیست ما کی هست که بعد شروع کنن و کار اونا رو فالو کردن و خریداری کردن یا به حراج گذاشتن و الان مثلا بیشتر بیشتر این هنرمندان جوان ایرانی رفتن تو ویدیو آرت و اینستالیشن و راست بگم من خیلی کم اینا رو میفهمم برای اینکه خب بعضی ها شو وقتی که تعریفش رو بشنوین و کتاب بخونین راجبش یا داستان داشته باشین میفهمین و ویژولی میگین خب این یعنی چی مثلا و ما الان مثلا فینالیستم، فینالیستمون هشت نفره و تو بانمز یک اگزیبیشن خواهیم داشت هفته آینده سه شنبه و فقط یه دونه نقاش توشونه یه دونه از هشتا نقاشی میکنه بقیه هفته دیگه همه اینسولیشن و نمیدونم ویدیو و چیدمان و, و, و روش بله جدید هنری بله, بله روش جدید که بله. میگم یکم سختره بله ولی مثل که شما بیشتر به نقاشی ده. علاقه من خب اون برای اینکه دیگه نباید کتاب بخونین تا بفهمین خانم الگانیا خیلی از شما ممنونم که در برنامه ما شرکت کردید خیلی ممنون